دوستانه بیا هم تاسو ته راغلا سویما بیا هم د تاسو سهار دې په خیر وی او سهار مو د ګلونو ډک وی. ګران دوستانه مننه کوم د امین جان څخه چې خپل د خبرونو برخه تاسو ته دروند کړه. هاو هیر منه شي چې په دې برخه کې زلزان سره ډیر یو به استعداد میلمه لرمه. هغه د نظیمه جانه نظیمه جانه پس لدې له موږ سره به همکار هم وی، همدارنګه نن په استودیو کې له ما سره میلمه ده. داسې د څه په اړه خبرې کوو، راځئ چې د هغه د ژبې نه واورو او خپل ځان تاسو ته در معرفي کړي. سلام، خوش آمدی، صحبت بخیر نظیمه جان. و میخوایم که نظیمه کی است، در آغاز یک معلومات از خود داشته باشیم، بعد از باز میرین سر سوالات. سلام آرزو جان، صبح خودت بخیر و سلام صبح بخیر به هم عزیزانی که ما را از دریچه تلویزیونی یک و برنامه پر مخاطب و پر بیننده گلبانک بیننده هستند. امیدوار هستم که یک صبح پر از نشاط و سلامتی را آغازگر بوده باشند. تشکر نظیمه جان. قند بر ما بود که نظیمه میرزا کی هست؟ آرزو جان، نظیمه میرزاد هستم، از ولایت پروان. لیسانس هستم از پوانتون کابل و فعلا هم در خدمت شما. آها، خیلی خوشحال شدیم که با ما هستی در برنامه و خواستم که دوستا هم بینندای ما با خودت معرفی شوند. که دوستای عزیز، نظیمه جان همکار خیلی خوب ما هست، همیشه زحمت میکشند در قسمت نریشن. البته صدای زیبایش شما همیشه میشنوین در برنامه، امروی صدایش آشنا هستین و خواستم که بعد ازی با چهره زیباشون همچنان آشنا باشین که ایشان بعد ازی در برنامه می داشته باشین و یک بخشی از برنامه گلبان پیش میبره. یکی موضوع برنامهشون چی است ازش میپرسم که برای ما شما میگه یا که سورپرایز باشه. خب نظیمه جان، میشه بر ما بگی که روی چی کارها کار کردی و بعد از این کدام بخش انتخاب کردی در برنامه گلبان؟ تشکر آرزو جانی که اولا جای افتخار است و این سعادت با ما یاری کرد که از این به بعد همکار باشم با برنامه خوب گلبانگ و خوشحال هستم که عضو خانواده بزرگ تلویزیونی یک هستم و در ضمنش همکار جدید در برنامه گلبانگ. این که برنامه ما یک بخش بسیار خوب و عالی را مد نظر گرفتیم که بله، در رسانه های افغانستان شاید کمتر به او پرداخته شده باشه، ولی یک بخش بسیار مهم در زندگی ما هست و این که ما میتونیم از او چیزهای زیادی بیاموزیم. وقتی میخوای سورپرایز باشه. دقیقاً چون توقع معمی است که دوستا منتظر برنامه ما باشن و بخشی که انشالله ما خدمتشون تقدیم خواهد کرد. دقیقاً نظیمه جان، قند از آمدنت برام بسیار زیاد انرژی بخشیدی و خیلی زیاد خوشحال شدم از اینکه بعد از انشالله در برنامه خودت با خود می داشته باشیم و یک بخش بسیار با ارزش برای خودت مد نظر گرفتیم. پس میایم سر سوالات شخصی، آیا اجازه هست؟ بفرمایید. البته نظیمه جان، برام از خانواده بگو چند نفر هستین، کیها در خانواده هست، شما اعضای بزرگ هستین در خانواده، کوچک هستین؟ آرزو جان، خانواده ما نسبتاً خانواده متوسط هست، نه اونقدر پر جمعیت و نه اونقدر کم جمعیت. 4 برادر دارم و 3 خواهر هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم که طبعا من خوب بشناسم، تمرایت معرفی هستم، بله، خواستم که دوستا هم بشناسن. نظیمه جان، در رنگ کدام رنگ زیاد دوست داری؟ در رنگ ها رنگ طلایی، سیاه و جگری. خب بسیار خوب، پس رنگ هایی که من دوست دارم رنگ سیاه. خدا تمام رنگ دقیقاً دوست داری. به می اساس ما دوستای عزیز، دوستای صمیمی هم هستیم و این همکار هم هستیم در برنامه بعد از این بخیر هر دیما و من موضوع رو هم که انتخاب کردی گفته که من فعلا به دوستان نمیگم، من خوب زیاد آمادگی گرفتی. بله بله، و دفعتا میایی به برنامه و موضوع تیرایه میکنی به دوستان. دقیقاً، چون دوستا هم یک شگفتی، یک سپرایز برشان باشه و ای که ما روی چی بخش کار کرده، ما رفته آینده چشم برا بمانن که انشالله مطمئنن لذت خواد بردن و چیزهای بیشتری را خواد آموختن. بر ما هم نقل میتی کمی یا نه؟ آرزو جان، میشه که شما هم مرا انتظار باشین هفته آینده، هفته جدید بخیر. ببین دوستا، که نه تنها شما بلکه من هم منتظری بخش برنامه هستم و بسیار دلهوره دارم که کدام بخش است و موضوعش چی انتخاب کردم. من هم بی صبرانه منتظر و روز هستم که بخیر ببینم و تماشا بکنم. انشالله. خب نظیمه جان قند، میشه که در مورد درسای، در مورد که کدام مکتب، از کدام مکتب فارغ شدی، از کدام پنتون فارغ شدی، کدام رشته هست و فکر کنم که زبان آلمانی هم خوندی؟ دقیقاً. آرزو جان، ما بعد از سپری کردن و ختم دوران لیسه و مکتب، فرصت به ای بود و چانس به ای بود که ما امتحان کانکور را سپری بکنیم و همچنان اشتراک کردم در امتحان کانکور و بعد از اینکه موفق شدیم و امتحان کانکور را با موفقیت پشت سر ماندیم و پوانتون کابل راه پیدا کردم در رشته زبان و ادبیات آلمانی. لیسانس ما از پوانتون کابل گرفتم.
یکی از خاطرهای خوشی که از ما داری چی است؟ آرزو جان، ای که شخصیت خودتان، کرکترتان و ای که همیشه پیشانی باز است و همه گیره با امون لبخند میپذیری، من ایره خیلی دوست دارم. تشکر، زنده باشی نزیما جان. خند لطف خودت است، همچنان خودت یک دختر با استعداد، دوست داشتنی هستی. پس میخوام که یک جمله زیبا به زبان آلمانی از خودت بشنوم. میتونم بگویم که هالو دیر، گوتن مورگن، ایش هوفه دس آلس بای اینن گوت گیت ان شونن نوخ تک. ترجمهش که دیگه. خب آرزو جان، من سلام دادم ای که صبحشان بخیر باشه و ادامه روز را به خوبی سپری بکنن. آها، چقدر زیبا، چقدر عالی. استعداد یعنی علاقه داشتی که باید این رشته را بخوانی یا که جبران بود سرت از طرف خانواده؟ نه خیر آرزو جان، ما چون شما قسم که آگاه هستین، زمانی که ما در امتحان کنکور اشتراک میکنیم انتخاب داریم که ما بله. چندین رشته را انتخاب بکنیم و انتخاب چندمتون بود؟ انتخاب سوممون بوده. سوم؟ بله بله. یعنی انتخاب اول چیز دیگه بود، یک رشته دیگه بود؟ بله، اون زمان من خیلی علاقه داشتم به بخش های طبی و میخواستم که یکی از بخش های طبی را ادامه بدم. ولی زمانی که من در این بخش کامیاب شدم، خانواده، دوستا کلا مشوق بودند که ما باید ادامه بدم. اما زبان آلمانی هم خیلی سخت است، خیلی مشکل است. به نظرت بعد از چه وقت بتونم یاد بگیرم از خودت؟ از ما خواهش میکنم کوچک نوازی میکنین. بستگی داره به اینکه چقدر تلاش بکنین و مهمتر از همه ای است که علاقه داشته باشین. خب اگر تلاش بکنین چقدر مدت در بر میگیره اگر تلاش نکنین؟ میتونه حدود 6 ماه یا یک سال زمان ببره. 6 ماه یا یک سال، چقدر زیاد. بله. خیلی وقت میگیره. چون یک ذره زبان پیچیده است. بیشتر تانستی که زودتر یاد بگیری؟ بله آرزو جان، به ما همی که انسان وارد دانشگاه میشه یک مرحله بسیار متفاوت زندگی آغاز میشه و ما زمانی که پانتون را آغاز کردم و تازه وارد دانشگاه کابل شدیم و یک بخش کاملا متفاوت، چون دوستا زیادتر با بخشای ادبیات دری، پشتو، بیشتر انگلیسی علاقمند هستن، ولی دیپارتمنت کلا به زبانهای خارجی برمیگشت. زبانهای دیگه همچنان بود و ما محصل شدیم در بخش ادبیات آلمانی. استادای ما استادای بسیار ورزیده بودن و خیلی تلاش کردند که ما در روزهای اول کم انگیزه نشیم، چون زمانی که یک ذره آدم وارد یک محیط متفاوت میشه تغییرات را میبینه، باز بر شاید کمک پرمشغله معلوم شوه، ولی خوشبختانه استادای ما بیشتر توجه داشتن به اینکه ما بیشتر بیاموزیم و با کلن با کلتور و یک زبان متفاوت آشنا شویم. نزیمه جان، بدونی که همکار هستی با ما فعلا اینجا، دیگه کدام فعالیت ها رو در کجا آغاز کردی؟ یعنی کدام فعالیت دگام داشتی؟ در کدام جاهای دیگه هم کار کردی؟ آرزو جان عزیز، ما در ران پوانتون و زمانی که محصل بودیم، بله، همکاری داشتم با نهادهای مختلفی که اونا کار میکردن برای بانوان، خانم ها و جوانان، چون ما بیشتر علاقه داشتم در اجتماع باشم و فعالیت های داشته باشیم که هم بتونیم خود ما چیز بیاموزیم و هم در کنارش بتونیم جامعه را یک مقداری اگر بتونیم تغییرات بیاریم. روی امی ملحوظ ما او زمان هم با بعض نهادها همکار بودم و فعلا هم که در فعلا همکار هستم با تلویزیون، یک در کنارش بعض فعالیت های خرد و کوچک هست که در راستای تغییر جامعه همکار هستیم و بتانیم یک نقطه ای را، یک جایی را بتانیم یک مقدار تغییرات مثبت بیاریم. و نزیمه جان، چی باعث شد که برنامه گلبان دوست داشته باشی، علاقه پیدا بکنی که یکی از بخشایش انتخاب بکنی؟ بله آرزو جان، سوال خیلی خوب پرسیدین. ما به شما و بیننده هم شریک بسازم که برنامه گلبان یک برنامه اجتماعی هست. بله. و خوشبختانه در تایم نشر میشه و در وقت است که همگی شما مصروفی هستن که آماده شون به کار، صبحانه نوش جان بکنن، آغاز صبح هست و یک آمادگی بگیرن برای که پرنشاط روزشون آغاز بکنن. و این یک نقطه بسیار خوب است که ما میتونیم از همین جا آغاز بکنیم و همچنان بر اونا با بخش های متفاوت، زمانی که شخصیت های خیلی خوبی اینجا دعوت میشن و کلا از عمق اجتماع اینجا میآیند. اگر جوان هستن، دکتر هستن، معلم هستن، کسب کار هستن، اطفال نازنین هستن، این خیلی فرصت عالی است و به خاطری که من بیشتر خودم راحت احساس میکنم با اینکه در جامعه باشم و فعالیت های اجتماعی
انجام بودم این یک فرصت خیلی خوب است و مرا بیشتر با مردم نزدیکتر میسازه، میتونم اهداف اونا را و دیدگاه‌هایشون از نزدیک داشته باشم. دقیقاً. و در مورد صبح زود یاد کردی، خودت سحرخیز هستی؟ بله، دوست دارم که وقت‌تر بیدار شوم و یک امور روی برنامه‌ریزی خود وقت‌تر بپردازم. تا اینکه امور روز ما را بالاخره در زمانی که ختم روز هست یک دستاورد بر خود داشته باشم. بله. و نظیمه جان، خودت ورزش می‌کنی و کدام ورزش بیشتر دوست داری؟ ورزش، چون آرزو جان یک مقدار خود تماگاه هستی که کم در افغانستان آنقدر پر رنگ نیست برای خانم‌ها، البته خانم‌ها و دختر خانم‌ها بازم دوست داریم گاه و ناگاه بعضی که انسان هم بدن شد دوباره آماده بسازه. بله، نیاز است که انسان ورزش بکنه. دقیقاً. سلامت باشی. تشکر نظیمه جان عزیز. میشه که فرد مثال در خانه هم بعضی از ورزش هایی که ثقیل نباشد استفاده بله، بکنیم. بله، پس میخوایم که وقفه کوتاه داشته باشیم و اونم از زبان خودت وقفه را میریم. میخوایم که از امیال سرت کار کنیم. بخیر هم کار هستیم انشالله. تشکر. عزیزان ما یک پیام کوتاه هم بر اونا دارم. این بله. که هفته جدید منتظر برنامه ما و بخش جذابی که ما آماده کردیم برای دوستا بمانن. فعلا هم یک رفت برگشت کوتاه و در ادامه با همکارم باشین.